جشن مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یتیم تولد شدند. اگر به سیرت و تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر بکنی، یتیم تولد شدند، پس از آن مادرشان وفات کرد. پس بابایشان وفات کردند که کفالتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را در عهده داشتند. پس عمکشان وفات کردند. پس همسر مهربانشان وفات کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم از اهل مکه آزار و شکنجه ها دیدند، از اهل طائف نیز آزار و شکنجه ها دیدند. پس به سوی مدینه هجرت کردند، دیار خود را ترک کرده در راه به غار پنهان شدند. پس نفاق و فتنه یهود آغاز شد که به خوراک پیامبر صلی الله علیه و سلم زهر را همراه کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه به محاصره افتادند. این حادثه هایی بود که به پیامبر صلی الله علیه و سلم شده گذشت. پس آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حالت ها تطیر و بخت سنجی کردند؟ البته نه. آیا از عقیدهشان بازگشتند؟ از توحید و دعوت به سوی لا اله الا الله بازیستادند؟ البته نه. بنابراین باید بدانیم که هر آینه بلا و مصیبت ها، امتحان ها تعلق به الله سبحانه و تعالی است. این راضی شدن به تقدیر الله سبحانه و تعالی است. اگر شخصی به مصیبت گرفتار شده را ببینید، این دلالت بر آن نمی کند که آن شخص ایمان ضعیف دارد، بلکه الله سبحانه و تعالی اگر بنده ای را دوست دارد، او را به بلا و مصیبت ها گرفتار می کند و سخت‌ترین بلا و امتحان ها اول به پیامبران نازل می گردید، پس به دیگران که وابسته به ایمانشان است. به پیامبر صلی الله علیه و سلم ضررها رسانیده شد. به این سبب الله سبحانه و تعالی می خواست که درجه پیامبرش را بلند ببردارد. الله فرمود قسم به چاشتگاه و قسم به شب چون همه را بپوشاند. پروردگارت تو را فرو نگذاشت و دشمن نداشت و هر آینه آخرت برای تو بهتر از دنیا خواهد بود و پروردگارت البته به تو نعمت خواهد داد. پس تو خوشنود خواهی شد. این چنین فرمود و ذکرت را برای تو بلند ساختیم. بنابراین بلا و امتحان ها این نیست که او را الله سبحانه و تعالی دوست نمی دارد و هم بر ما جایز نیست که بلا و مصیبت ها را تمنا کرده باشیم، بلکه می گویم که بار الها البته تو عفو کردن را دوست می داری، پس ما را عفو بکن.